که گفته است من آخرین باز مانده فرزانگان زمینم. من آن غول زیبایم که در استوای شبی ایستاده است غریق زلالی همه آبهای جهان و چشم‌انداز شیطنتش خواستگاه ستاره است. چهار سال از سالگرد حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گذشت. چهار سالی که با صبوری و مقاومت همراه بود. صبوری و مقاومت امروزه مورد ستایش بسیاری است، و اما پارادوکسی هم داره با پراگماتیزم سیاسی اغراق‌آمیز، پراگماتیزمی که با نگاه نزدیک بینانه همه چیز رو با هزینه فایده های کوتاه مدت می سنجه. اما سنت تاریخ نشون داده که صبوری ها و مقاومت ها تونسته کنشگرانه نه منفعلانه روی توازن قوای سیاسی اثر بگذاره. ما امروزه از صبوری آیت الله منتظری و ایستادگیش بر مواضعش به ویژه در رابطه با فجایع تابستان 67 تجلیل میکنیم، در حالی که اگر آیت الله منتظری مقداری تأمل میکرد و پراگماتیستی عمل میکرد شاید در موضع رهبری تأثیرات بیشتری میگذاشت، اگر صرفا از این منظر به مسئله نگاه کنیم. همینطور مرحوم بازرگان در رتبه جنگ، در رتبه گروگانگیری، در رتبه اصل ولایت فقیه مواضعی رو مطرح میکرد که شاید در اون هنگام تا حدی خلاف جریان رودشنا کردن بود و هزینش رو هم میپرداخت. اما همین حرف حق گفتن و خلاف رودشنا کردن به تدریج میتونه گفتمان سازی بکنه و تناسب قوای سیاسی اجتماعی رو هم تحت تأثیر قرار بده. در تاریخ هم ما دیدیم، مثلا در اواخر در دوره قاجار در آذربایجان شورشی میشه در اعتراض به خراج ها و مالیات هایی که زیاد بوده. قاجار اون شورش رو سرکوب میکنه ولی سال بعد همه اون مالیات ها رو کاهش میده. ما در سالگرد حصر رهبران جنبش سبز بایستی از صبوری و مقاومت و ایستادگی تجلیل بکنیم و اثرش رو هم در اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد دیدیم، وقتی که گفته شد رأی مردم حق و ناس است و وقتی گفته شد کسانی که نظام رو قبول ندارن ولی ایران رو قبول دارن هم بیاین و رأی بدهند. و تا حدی رأی ها خیلی نزدیک به واقعیت خونده شد. در این سالگرد جدا از صبوری و مقاومت به عنوان یک ارزش سیاسی، جدا از ارزش اخلاقی که هم تأثیر اخلاقی داره و هم تأثیر کارگرایانه میان مدت و دراز مدت داره، ما بایستی یاد بکنیم. همچنین شاید بشود از برخی ویژگی های رهبران جنبش سبز هم که در این دوران بدان نیاز داریم هم یاد کرد. دیدگاه توسعه گرا و ضد فساد میرحسین موسوی. امروزی که بحث اختلاس ها و فساد ها گوش همه ایرانی ها رو کر کرده، ما به حقانیت این نگاه، نگاه توسعه گرا و ضد فساد که یکی از نیازهای مبرم جامعه‌مون هست، بیشتر توجه میکنیم. جامعه‌ای که در آتش و در نیاز مبرم به عدالت هست، رفع فقر هست، رفع بیکاری هست، رفاه هست و
و خونش به جوش میاد وقتی با این فسادها مواجه میشه. این نیاز به عدالت در شکل بدلی و قلابی احمدی نژاد پاسخ داده میشه. اون مقدار نفوذی که احمدی نژاد داشت و همچنان در برخی اقشار نسبتاً کم آگاه جامعه داره، پاسخی وارونه و به یک جنس تقلبی است، ولی بر اساس یک نیاز و آتش، نیاز به عدالت. سکه تقلبیش احمدی نژاده، ولی سکه واقعی و اصلیش میرحسین موسویه. در این فضای ضد فساد که دیگه همه اجزای جامعه به کنه این تخریبی که به وجود اومده و مثل خوره به جان منابع ملی کشور افتاده و منافع ملی کشور افتاده، شاید بشود از این گفتمان دوباره رونمایی جدیدی کرد. همچنین از گشودگی شیخ مهدی کروبی به روی همگان در زمانی که خودی غیر خودی در اوج بود و حتی برخی روشنفکران هم از اون دفاع میکردن و حمایت میکردن و به نوعی اون رو توجیه میکردن، شیخ مهدی کروبی گشودگی داشت که براش فرق نمیکرد حقوق چه کسانی تضییع شده یا به دیدار چه کسانی برود یا چه کسانی به دیدار او بیایند، از ملی مذهبی ها، نهضتی ها، ملیون، شیرین عبادی برنده جایزه نوبل و بسیار از یک دانشجوی گمنامی که حقش ضایع شده تا اقلیت های قومی مذهبی و تا زندانیانی از گرایشات مختلف رو به حضور میپذیرفت یا مسئولانه مشکلات خانوادگیشون رو و خانواده هاشون رو وقتی به گله و شکایت پیشش میرفتن پیگیری میکرد. البته این اخلاق رو در دهه 60 هم داشت، شهادت هایی در این باره داده شده، هرچند در اون موقع در صف قدرت حاکم بود اما به علت سوابق زندانی که داشت نوعی همزادپنداری با زندانیان داشت. این گشودگی یکی دیگر از نیازهای زمانه ماست که صف آزادی خواهان، دموکراسی خواهان، عدالت طلبان، طالبان سربلندی ایران، پیروان دموکراسی ملی یعنی فراگیر، ملی یعنی درونجوش، با این تئوری‌هایی که بیگانه ساز هست شکسته و شکسته و کوچکتر و کوچکتر نشه. و خانم زهرا رهنورد در این حال که در یک جنبش عام دموکراسی خواهی، در یک جنبش عام مشارکت جویی سیاسی رأی منکو مشارکت داشت، در این حال نسبتی برقرار میکرد با جنبش مدنی، جنبش زنان، حشر و نشر و ارتباطی که با این جنبش داشت یکی دیگر از نیازهای مبرم زمانه ماست، یعنی ارتباط و دیالوگ بین جنبش‌های عام و جنبش‌های خاص که مطالبات خاص اقشار، اصناف، طیف‌های مختلف رو دنبال می‌کنند. این دیالوگ و این دیالکتیک بین این دو جنبش به نفع هر دو جنبش هست، یعنی هم به نفع جنبش‌های خاص و هم به نفع جنبش عام. جنبش عام رو تغذیه می‌کنه هم به لحاظ نیروی انسانی و هم به لحاظ مطالباتی که باید سی دایره همپوشان باشه با مطالبات و دوایر مطالباتی دیگر جنبش ها، و اون جنبش ها رو هم آشنا میکنه با موانع بزرگتری که در راه دستیابی به برخی مطالبات جدیترشون دارند. در سالگرد حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی یادشون رو گرامی می‌داریم، از صبوری، استقامت و مقاومتشون بر آرمانهاشون تقدیر می‌کنیم. این صبوری و مقاومت الهام بخش است، انگیزه ده است، امید بخش است، مثل پرچم و نمادی است که می‌گوید ما هستیم و صف ما
صفی که از دوردست‌های تاریخ میاد، صفی که حداقل در دوران معاصر مشروطیت، جنبش ملی شدن، نفع انقلاب اسلامی، اصلاحات و جنبش سبز رو به هم پیوند میده، پرچمش همچنان در اهتزاز هست. این مطالبات جامعه جدید و مدرن ایران، آزادی خواهی و عدالت طلبی رو نمایندگی میکنه. آنسان که در جنگ های دوران قدیم پرچمدار رو شاید تا چند نفر بدیل و آلترناتیو و جانشین براش انتخاب میکردن که اگر یکی بر خاک افتاد دیگری این پرچم رو نگه داره، علامت این که تا دور دست های صحنه نبرد و مبارزه بدانن که جنگ ادامه داره، بدونن که مبارزه ادامه داره، بدونن که ایستادگی هست و مطالبات پیگیری میشه. خواسته و مطالبه رهبران جنبش سبز، خواسته و مطالبه دو پویش مهم ناراضیان سیاسی و ناراضیان اقتصادی در ایران هست. با امید آزادی اونها و با امید اینکه دموکراسی در اون جوش در بهترین حالتش که منجر به یک همبستگی ملی و آشتی ملی بشه به نتیجه برسه. با امید آن روز.